به نام خداوند و عرض سلام به خبرهای این ساعت آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب‌زاده خوش آمدید. باشندگان سه ولسوالی جوزجان به دلیل تهدیدهای امنیتی از اشتراک در انتخابات محروم خواهد ماند. مسئولان کمیسیون انتخابات جوزجان میگویند که در هفت ولسوالی و مرکز شهر شبرقان 53 مرکز رایدهی فعال است و در این بخش ها هیچ چالش و صدرای انتخابات وجود ندارد. از جمله 129 مرکز رایدهی در جوزجان، 76 مرکز رایدهی بنابر تهدیدات امنیتی مسدود است و تنها 53 مرکز در روز انتخابات فعال خواهد بود. حمید الله بلوچ، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان میگوید در ولسوالی های خماب، مردیان و درزاب بنابر چالش های امنیتی هیچ مرکز رایدهی وجود ندارد. سه واحد اداری ما که قبلا ثبت نام صورت نگرفته ولسوالی های مردیان است، درزاب و ولسوالی خماب است که در اونجا اجنب آمادگی انتخاباتی ما نداریم از اینکه قبلا ثبت نام نشده. اصای هم فعالان مدنی در جوزجان از افزایش نامنی اظهار نگرانی نموده، میگویند اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد مردم پای صندوق های رای حضور نخواهند یافت. سه ولسوالی که فکر میکنیم اصلا در اونجا انتخابات صورت نمیگیره و همچنان پنج ولسوالی که در اونجا سایت های انتخاباتی هست، به خاطر وخیم بودن وضعیت امنیتی مشکل بسیار زیاد است که شاید انتخابات در اونجا هم برگزار نشه. نقیب الله اسحاق زای، مسئول دفتر تیفا در جوزجان، نیز با نگرانی از وجود چالش های امنیتی دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات جوزجان را ضعیف میخواند. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان نگران است. کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت جوزجان به نظر ما عاجز است. یک موضوعی که عاجز است به این است که اینا در پروسی انتخابات آگاهی دهی مردم خیلی ضعیف آغاز کرده. در حالی که به دلیل وجود چالش های امنیتی باشندگان جوزجان از احتمال عدم اشتراک ساکنان ولسوالی های منگجک، قرقین و خانقا پای صندوق های رای نگرانند. اما مسئولان میگن در هفت ولسوالی و شهر شبرقان هیچ چالش امنیتی وجود ندارد و مردم میتوانند با خاطر آرام در انتخابات اشتراک نمایند. مسئولان کمیسیون انتخابات قندهار میگویند که 16 مرکز رایدهی در این ولایت زیر تهدید جدی قرار دارد. به گفته آنان در دو ولسوالی این ولایت به دلیل مشکلات امنیتی انتخابات برگزار نمی شود. با این حال مسئولان پلیس میگویند که در مناطق زیر تهدید عملیات های پاکسازی راه اندازی شده و مردم می توانند با اطمینان در انتخابات شرکت کنند. در ولسوالی های نیش و معروف در ولایت قندهار به دلیل مشکلات امنیتی انتخابات برگزار نمی شود، زیرا هیچ کسی در این ولسوالی ها ثبت نام نکرده اند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در 16 مرکز دیگر که در 5 ولسوالی موقعیت دارند تهدید جدی امنیتی وجود دارد. وی می گوید در این مراکز مواد انتخاباتی و کارمندان کمیسیون فرستاده خواهند شد. دیم خب 15 ولسوالی اوایی انتخابات مو طبعا یوتساد امنیتی تهدیدات خب پر ټول ولسوالی کې موږ لرو، اما د 15 لاسو یا 14 لاسو مرکزو ته جدي امنیتی ګواخ لاندې دي. امید دی چې د مشکل مرافع شي امنیتی ارګانو موږ ته ډاډ راکړای او زخپل هم ډاډ ایم چې هغه ته امنیت تامین کیږي. تاسو وکتل چې موږ د ټریننګ مادګیان لرو ولسوالی ته کسان روان دي امنیتی کسان ورسره دي. با این حال باشندگان قندهار از نیروهای امنیتی میخواهند تا زمینه برگزاری انتخابات را در مناطق ناامن مهیا سازند. باید امنیتی تدابیر پکلکه ونیسی ترڅو خلق او ولس د دې وطن او د دې ولایت داډه واوسیږي چې ډاډ د حکومت امنیتي ګونو خاص مشتره کول سوی دی. تان چې د امنیت ګواښ ګرځېدلی دی، دا د دین په خیر کې دی، دا زموږ هم په خیر کې دی، دا د دولت په خیر کې دی، دا د ټول افغان ملت په خیر کې دی. نو دغه باید د دې لپاره ډېر سخت تدابیر ونیسي. با این حال پلیس قندهار اطمینان میدهد که در مناطق زیر تهدید عملیات پاکسازی صورت گرفته و مردم میتوانند با اطمینان در انتخابات شرکت کنند. هغه منطقو کې چې خلکو ته تشویش موجود و هلته عملیات سوي دي، صحیح تصفیه سوي دي، هیڅ نو مشکل اوس نه لرو انشاءالله په هغه ساحو کې چې خلک تشویش لري. به گفته وی یک هفته پیش از برگزاری انتخابات به نیروهای امنیتی مستقر در تمام ولسوالی این ولایت هدایت لازم داده شده و آنان آمادگی لازم را گرفته اند.
برخی اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند با سقوط شمار از روستاهای سنچارک و مرکز سرپل تهدیدات امنیتی افزایش یافته و مسیر برخی ولسوالی ها ناامن شده است. به گفته آنان در صورت بی‌توجهی دولت مردم قادر به اشتراک در انتخابات نخواهند بود، اما پلیس سرپل میگوید آمادگی کامل برای تامین امنیت دارند و تا اکنون هیچ روستا در سرپل سقوط نکرده است. کمیسیون انتخابات سرپل میگوید در صورت تامین امنیت در 81 مرکز انتخاباتی آماده برگزاری انتخابات هستند. برخی اعضای شورای ولایتی و نامزدان انتخاباتی میگویند با سقوط روستاهای تبل، تقای خواجه و گذر در سانچارک و بلغلی در مرکز این ولایت مردم قادر به اشتراک در انتخابات نخواهند بود. به باور آنان اگر تهدیدات امنیتی برطرف نشود، در صورت عدم حضور مردم در انتخابات پیشی رو این روند مشروعیت نخواهد داشت. اگر اینا امنیت تامین نکنند، اون نکات بازپسگیری نکنند، این وضعیت نه تنها در سطح قریجات تبر و تقای خواجه گذر نگرانی ها را به بار خواهد آورد انتخابات در اینجا صورت نگیرد، بلکه در کل وضعیت امنیتی ولسوالی سنچارک و مسیر راه ولسوالی گوسپندی بلخاب را هم مسدود خواهد کرد و در اکثریت از نقاط انتخابات به چالش کشانده خواهد شد. اما فرمانده پلیس سرپل میگوید هیچ روستای ولسوالی سنچارک سقوط نکرده. دا پیل سوال دی په هر منطقه کې دا تبلیغات روان دي، په هر ساحه کې دا تبلیغات روان دي، ولې موږ د دې دوام نه ده کړی چې موږ په هر کلي کې د هر کور پر سر باندې پوسته لرو. او کومې پوستې چې زموږ په ولسوالیو کې د پولیسو دي، هغه پر خپلو مالاتو دي، او که په مرکز کې دي پر خپلو مالاتو دي، ولې په څنګ کې هسې پذیر و غیر هسې پذیر محلات موږ لرو د پخوا څخه. رئیس کمیسیون انتخابات سرپل میگوید وسایل انگشت نگاری به این ولایت رسیده و در صورت تامین امنیت در 81 مرکز در سطح این ولایت انتخابات برگزار خواهد شد. اون مسئله فیرس رای دهندگان است که یک برنامه بسازان جدید است و این موضوعی است که فوق العاده مهم و سرنوشت ساز است. تا زمانی که یک شخص در فیرس نام بدونه باشد به هیچ وجه نمیتونه که رای خود استعمال بکنه. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که سه روستا در سانچارک بدون درگیری به دست طالبان افتاده و منابع می گویند نزدیک به 5000 تن با سقوط این بخش ها از اشتراک در انتخابات محروم خواهند ماند. رئیس جمهور غنی امروز در سفر به ولایت پروان جاده جبل سراج نجراب را افتتاح کرد. به گفته رئیس جمهور این جاده در انتقال پیداوار زراعتی بسیار مهم است. رئیس جمهور گفته که کار تدارکات احداث جاده از چهارراهی بگرام تا جبل سراج نیز تا یک هفته تکمیل می شود. رئیس جمهور غنی دستور داده تا قصر تاریخی جبل سراج که جز میراث‌های فرهنگی است بازسازی شود و همچنان در دیدار با مسئولان ملکی و نظامی پروان گزارش آمادگی ها در مورد برگزاری انتخابات را نیز شنود کرده است. رئیس جمهور در این دیدار بر مدیریت درست ترافیک در مسیر بزرگراه ها، امنیت بگرام، امنیت راه بدیل سالنگ مانند پروان بامیان و دوشی بامیان تاکید کرده است. پارک صنعتی و زراعتی باریکاب نیز توسط رئیس جمهور افتتاح شده است. شمار از اعضای شورای ولایتی غزنی از بدتر شدن اوضاع امنیتی این ولایت نگرانند. آنان میگویند که حملات گروه طالبان بر برخی ولسوالی ها و سقوط شمار از این ولسوالی ها در غزنی سبب شده تا حکومت ساختمان این ولسوالی ها را در حومه های شهر انتقال دهد. اما مسئولان در این ولایت میگویند از ولسوالی های ناامن عقب نشینی تاکتیکی کردند. نیروهای امنیتی روز یک شنبه از مقر ساختمان ولسوالی اندر به منطقه چهاردیوار این ولسوالی منتقل شدند. برخی مقام‌های محلی این ولایت با تایید این خبر می‌افزایند که این نیروها و کارمندان این ولسوالی در 3 کیلومتر دورتر از تعمیر ولسوالی اندر انتقال یافتند. وزارت دفاع ملی علت این کار نیروهای امنیتی را احیای مجدد این ساختمان گفتند. اما طالبان گفتند که ساختمان ولسوالی اندر این ولایت را آتش زدند. اعضای شورای ولایتی غزنی ادعا دارند که در این اواخر شدت حملات جنگجویان طالب در غزنی افزایش یافته است. حکومت مرکزی هر چه زودتر توجه
عاجل را به غزنی بکنند تا که خدای نخواسته فاجعه بار دوم به بار نبیایه. همینطور که شما گفتین که هر روز حلقه معاصره غزنی تنگتر شده میره، بالکل تایید میکنم. همین حالا در 5 کیلومتری شهر غزنی طالبا وجود داره، عملا تحرک نظامی دارن. اینا پلان‌های عملیات وسیع‌تر را دارن تا یک در کوتاه مدت بتانن عملیات وسیع را راه اندازی بکنن و در نتیجه ولسوالی هایی که بیشتر نزدیکی به مرکز داره باید هر چیز زودتر تصفیه شود. و قبلا عملیات در دیگه هم صورت گرفت، او عملیات تا هنوز هم تکمیل نشده، جریان داره. در این حال مقام های محلی در غزنی سقوط ولسوالی های اندر و آبند این ولایت را تایید نمی کنند و می گویند که نیروهای امنیتی از ساحات عقب نشینی تکتیکی کردند. این مقام ها همچنان ادعا دارند که در جریان عملیات های هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته بیش از 50 طالب مسلح کشته شدند. آقا موی محکم زای او حکیم زای شده آقا زای دشمن ضربات ووینی نزمج ملکی خلق نزمج آلت ملکی خلق دیر اسیب دیدری دی باغونه شانی نو لزمن دا و تا کنه دا گزاری نو پرسنل آلت زیاد و آقا محکوم و حکیم زای پاندولو که پر کراره ده نور په واغز ولسوالی کې، په دیاک ولسوالی کې، په بند ولسوالی کې دی سخته ماته خوړلې ده. چون فصل زمستان فرا می رسید او د موسم سردی او برف اینا د اوجه بودباش مشکل بود، بالاخره لازم دیده شد تا اینکه برای فعلا بنا به امید دلیل در 1 کیلومتری ساحه قبلش در منطقه چادوال اوجه انتقال شوه تا زمستان اوجه سپری بکنن و سر از سال جدید بخیر که قراردادش هم سپری شده ان شاء الله هر دو تعمیر دوباره بازسازی میشه و دوباره پرسنل ما در اوجه انتقال میشن. با این حال فرمانده پلیس غزنی اطمینان می‌دهد که آنان در حال ایجاد پاسگاه‌های امنیتی هستند و عملیات نظامیشان را در ولسوالی‌های این ولایت به منظور سرکوبی جنگجویان طالب آغاز کردند. مجددی مدافعین و جنگوندی اما پاگی که دشمن سخت عملیات او مجد و سوایی و خاص عملیات پلان کلیدی چی پاگی که با دی بخی در غزنی در خوری سنابود کو غزنی بجنی پاک کو او هیچ نو داشتی در تشویش ول نده. تعدیدات ستا مدرته ویل چې یوازنی لامل دا دی چې دوی په غزنی کې تر 1400 تلفات ولیدل. گفته می شود که تاکنون ولسوالی های زنخان، رشیدان، واغز، اندر و دیک این ولایت از مکان اصلیشان به نزدیکی های شهر غزنی انتقال داده شده است و ولسوالی های ناوه، خواجه عمری و خوگیانی این ولایت به دست گروه طالبان افتاده است. شما را از آوارگان جنگ های اخیر ولسوالی های ماورای کوکچه تخار از نبود سرپناه برای زندگی و بیتوجهی حکومت انتقاد دارند. با گفته آنان 2 ماه بیشتر می شود که در هوای باز بدون خیمه و مواد غذایی زندگی می کنند. این خانواده های به سرپناه نمونه صدها خانواده ای هستند که به دلیل تهدیدات و گسترش بدامنی از چند ولسوالی ماورای کوکچه به جا شده و در حالت رقتبار در منطقه باغ ذخیره شهر طالقان زندگی میکنند. اینان حکایت های تلخ از وضعیت زندگیشان میکنند و میگویند چند بار به درب حکومت محلی و اداره مهاجرین رفتند اما تا کنون هیچ مساعدت به آنان نشده است. این بجشدگان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به زودی سرپناه برای آنان فراهم نکند احتمالی از بین رفتن کودکان و بزرگسالانشان به دلیل سردی هوا دور از تصور نیست. سرمون چکا کن امی نان داریم نه آو داریم نه قطی 5 طفلم دمو آوار هستیم دمی میدان ها دمی شهرهای تخار دمی جو میگردیم داری مهاجرین میریم آو جوهای میکنن این طرف میریم. مسئولان ریاست مهاجرین تخار میگویند از شروع سال تا کنون بیش از 4000 قطعه عریضه بجاشده داخلی با آنان رسیده که از این میان برای 2500 خانواده که از طرف تیمهای سروه مستحق کمک شناخته شدند پول نقد مواد غذایی و البسه توزیع نمودند. ما برای فعلا 2500 نفر تالی برای دینیم 6 ماه ما کمکشان دادیم و 4000 نفر
بیشتر از 4000 نفر برای ما مراجعه کردن. ما 2500 نفر از زیر واجد شرایط دانستیم، برشون کمک های نقدی، غیر نقدی، غذایی و غیر غذایی برشون کمک کردیم. با گفته مسئولان مهاجرین، این خانواده ها چند بار از کمک های نهادهای امدادرسان و اداره مهاجرین مستفید شدند و این اداره توان ندارد که تمام نیازمنده های بجاشتگان را برای یک سال تهیه بدارد. نیروهای مرزی در ولسوالی دندپتان پکتیا میگویند اکثراً در کنار نبرد با مخالفان مسلح مصروف درگیری با نیروهای پاکستانی نیز هستند. آنان میافزند که نیروهای پاکستانی بسیاری اوقات تخلفات مرزی انجام میدهند که آنان مجبور به درگیری مسلحانه میشوند. این نیروها تاکید میکنند که شمار زیاد از نظامیان پاکستانی در این نبردها کشته شدند. این ولسوالی سرحدی دندپتان در ولایت پکتیا است که با پانچنار در پاکستان مرز طولانی دارد. در اینجا یک بازگاه نیروهای مرزی افغان وجود دارد. آنان میگویند که نیروهای پاکستانی نیز بسیاری اوقات به مانند طالبان بر بازگاه ها حمله میکنند و آنان نیز جواب متقابل میدهند. دیر وقت هم پاکستان از وکوسرم مرغول که مگه داشتی واقع کرده دیر دادی مگه پاکستان پریچه وی پاکستانی از وکو نال تلاشی اوسا طالبان اسرم کو مکه وی وقت نو وقت دوی بریدو نکری خوب تا خپل جواب خپل تیم ور کرده دی مقبل داره خو مکمل وجدی مکلاس که دا آن تر نری پوری پستی لرو خو وقت نو وقت دوی مکمین دا کی هم تالی برید که وی هم دوی برید که وی دی من پس احاد که چه کم پستی دی اند ما خولو پداره که وقت نو وقت کم بریدو نپکی گی نه تنها چه طالبان موصر بلکه پاکستانی زوکونه هم مصاره بی همون گرده همیشه لپاره خو مدون که جواب بر کرده دا. به گفته آنان بسیاری حملات نظامیان پاکستانی و طالبان مسلح که به حمایت پاکستانی ها در بازگاه های آنان صورت می گیرد با شکست روبرو شده است. هم خپل پلانونه لري کوخه کوي چې خپل عملیه وکړي. دوی ډېرې ډېرې عملیې کړي دي، الحمدلله دوی ته موږ رحمتم چې ځواب ورکړی ده. دوی ته په شاتګ باندې مجبور شوي دي. اوس تاسې بېخي مطمئنه اوسېږئ چې ستاسې امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول سره دي ځواکونه شپه ورځ دا زیالوګ واسي چې دښمن په خپلو حکومو شومو اهدافو چې لري په خپلو اهدافو کامیاب نه شي. پاکستانیان ته رسان کې دي، هغه مشران، ډګروالان یا جنرالان چې تقاعد شوي دي، هغه یې طالبانو ته رسان کوي او طالبان دوی سپورټوي، مایه کوي، البته په تکتیکي مسایلو کې دوی سره دوی همکاري کوي. ولسوالی دندپتان 28 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد که بیش از نیم آن از اداره نیروهای امنیتی افغان بیرون است و طالبان به سادگی از آن رفت آمد می کنند. شماره از دانشجویان دانشکده حقوق یکی از دانشگاه‌های خصوصی در بلخ برنامه‌ای را زیر نام مستندسازی محل وقوع جرم راه اندازی کردند. این برنامه به هدف ارتقای ظرفیت علمی دانشجویان و آمادگی آنان برای کار عملی راه اندازی شده است. در این حال دانشجویان بر راه اندازی چنین برنامه‌ها برای آشنایی بیشتر با مسائل جرمی تاکید دارند. 45 دانشجوی رشته حقوق در یک از دانشگاه‌های خصوصی بلخ آموخته‌های دوره تحصیلی خود را با راه‌اندازی برنامه زیر نام مستندسازی محل وقوع جرم به نمایش گذاشتند. این برنامه به هدف تقویت مهارت‌های مسلکی، فنی و ظرفیت‌های علمی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه اندازی شده. هدف از راه اندازی برنامه است که ما تقویت بکنیم مهارت‌های مسلکی و همچنان ظرفیت‌های علمی دانشجویان خود و تا بتوانیم به خیر یک کادرای خوب و کادرای توانمند و متخصص متعدد در جامعه افغانستان تقدیم بکنیم. زمانی که اینمی محل واقع است، سرچشمه حقایق اینمی جرم است. ما زمانی که اگر محل واقع زمانی که در محل واقع پلیس مسلکی بره این را به شکل درستش بررسی کنه، ما زودتر میتونیم که به مجرمین برسیم. متاسفانه در افغانستان اگر شما در طریق فنا برین. برخی دانشجویان میگویند دانشگاه تنها با چند کتاب خلاصه نمی شود. به باور آنان برگزاری برنامه های عملی برای ارتقای ظرفیت علمی دانشجویان اثر مثبت دارد. اینا اگر برنامه عملی داشته باشند وقتی داخل بازار کار می شوند بسیار خوب می توانند که نظر به امو تجربیاتی که در دوران دانشگاه مثل همین برنامه‌ای که امروز ما داشتیم کسب کردن بسیار خوب میتوانند کارشان را پیش برن و به چالش کشیدن نرسند. ما خواستیم که یک صحنه سازی را برگزار بسازیم که تا زمینی امی یادگیری ما و بر ما که زمینی یادگیری که بر ما فراهم است امی بر ما بیشتر شود و ما خوب صحیح درست به طریقی عملی بتانیم کار کرده یاد بگیریم.
اجرای برنامه های تمثیلی برای دانشجویان رشته حقوق کمک خواهد کرد تا در آینده در صورت فعالیت در ارگان های کشفی و تحقیقی جهت بررسی محل وقوع حادثه، تشخیص جرم و تعقیب ردپای عاملان قضیه و طور مسلکی عمل کنند. شمار از بانوان بلخی با فراگیری مسلک تصویربرداری مراسم و جشنهای خانوادگی را عکاسی و تصویربرداری میکنند. بانوان تصویربردار هرچند از فعالیت در این زمینه خرسند هستند، اما از آزار و اذیت توسط برخی شهروندان شکایت دارند. بلخ بستر مناسب برای فعالیت و پیشرفت بانوان در بخش‌های مختلف. بانوانی که دل به دریا زده و مسلک تصویربرداری و عکاسی را انتخاب کردند، با طلوع آفتاب به محل کار می‌آیند تا با فعالیت در بخش مورد علاقه‌شان اوقات خود را سپری نموده و درآمد کسب کنند. بعضی از مردم فکر و مفکرشون خیلی پایین هستن، رفتارهای زشتی دارن، ولی بعضی هاشون واقعا خیلی رفتار خوب دارن و افتخار میکنن که از بخش بانوان، از بخش دختر خود ما هست که این کارو پیش میبرن. خب بعضی ها رو خود چیز گفتن نمیتونیم، چرا که فکر و مفکرشون پایین هستن. خیلی وقت بود که نمیتونستم یعنی واضح کارم انجام بدم. در صورت بود که من اولا با چادری میامدم، مثلا مشکلات خانوادگی بود، بعد بیرون بود. مژگان 5 سال پیش به دلیل علاقمندیش به تصویربرداری کار در این بخش را آغاز کرد و حالا رهبری یک گروه 15 نفری بانوان تصویربردار و عکاس را بر عهده دارد. تعداد دخترای ما در اینجا در حدود 15 دختر هستن و کوشش کردیم که زیادتر بسازیم، وسیع‌تر بکنیم. دیگه کار ما نسبت به بچه ها فرق داره، چون دخترا که ظریف کاری میکنن و از محفلای که رفتیم خیلی هایشان راضی هستن و تقاضای دوباره آمدن کردن و دوباره از اینجا از این بانوان بلخ بردن نفر و از ما راضی هم هستن. شمار از باشندگان بلخ از فعالیت این بانوان برای تصویربرداری و عکاسی از جشنهای خانوادگی استقبال میکنند. بله، ما 100% رضایت کامل داریم از حضور بانوان در هر محفل، چی در اجتماع باشه چی در حکومت باشه. بله، ما 100% حمایت خود میکنیم. امنیت نسبی در بلخ باعث شده که بانوان بتوانند در بخش‌های مختلف فعالیت کنند. در حال حاضر نیز بیشتر دانشجویان و دانش آموزان ولایت بلخ را بانوان تشکیل میدهند. مسئولان در ریاست زراعت سمنگان میگویند برای تطبیق پروژه ها و برنامه های اقتصادی این ولایت در سال جاری 19.4 میلیون دلار از سوی وزارت اقتصاد اختصاص داده شده است. به گفته وی تا اکنون 9 میلیون دلار در بخش های جاده سازی، معارف، صحت و تامین آب و آشامیدنی از سوی این اداره به مصرف رسیده است. رئیس اقتصاد سمنگان از تطبیق 20 پروژه از شروع سال جاری تا کنون سخن میزند. او میگوید ریاست اقتصاد این ولایت در بخش ساخت و ساز ساختمان های مکاتب، مراکز صحی، فراهم نمودن آب آشامیدنی، تحکیمات سواحل دریا و قیرزی جاده های شهری فعالیت داشته که کار روی این پروژه ها جریان دارد. و گفته مسئولان برای تطبیق این پروژه ها تا کنون 9 میلیون دلار به مصرف رسیده است. ما خوب در سال 1397 تا 5 کد پروژه، یعنی کد پروژه به این منظور است که شامل از او هم پروژه ها میشه و هم برنامه ها میشه که به اساس بودجه این کشافی که طریق وزارت مالیه و وزارت مفاهیم اقتصاد برای ما مواصله دوارده 75 برنامه و پروژه برای پاس بودن. و گفته ی رئیس اقتصاد سمنگان 19.4 میلیون دلار در جریان سال 97 به این اداره اختصاص داده شده که تا کنون 47% آن در جریان سیروب سال مالی مصرف شده است. بیشتر توجه ما سر برنامه هایی که در جریان تطبیق و تحقیقات است. تمرکز ما سر ازی است که ما حد اکثر میتونیم این بودجه که به ما آمده به مصرف برسه و پروژه هایی که هم در حال تطبیق هستی به پای اکمال برسه تا ما بتونیم در سال جدید بودجه جدید و پروژه های جدید جذب بکنیم.
رئیس اقتصاد سمنگان میگوید ادارات دولتی مختلف به همکاری مؤسسات خارجی برای تطبیق برنامه‌ها در سمنگان با این اداره همکاری دارند تا مشکلات مردم در بخش‌های مختلف کاهش یابد. ممنونم از همراهیتان با خبرهای این ساعت.